پرژن BMS تقدیم می کند. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در ادامه برنامه های امروز با خبرنگار همراه خواهیم شد با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود. خبرنگار با خوش آمد به همه شما دوستان و همراهان خبرنگار. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما سال هاست که بهایان در سراسر جهان همراه با مشارکت و همکاری دوستان و همسایگان خودشون با پیشینه های گوناگون و فارغ از تمامی تفاوت ها در یک فرایند یادگیری و آموختن روش‌های جامعه سازی به منظور خدمت به نوع بشر و توسعه جوامع انسانی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی فعالیت می‌کنند. فرایندی که از طریق یک مؤسسه آموزشی منسجم، شمولگرا و مستمر و همچنین هماهنگ در فکر و عمل شکل گرفته و در هزاران هزار محله و دهکده در سطوح مختلف با قوت و قابلیتی روزافزون و چشمگیر در جریانه. فعالیت‌های اصلی این مؤسسه که به مؤسسه آموزشی بهائی و یا مؤسسه آموزشی روحی شهرت داره و جامعه جهانی بهائی اون رو تأسیس و به اهل عالم به عنوان الگوی جامعه و متین هدیه کرده، شامل کلاس‌ها و یا حلقه‌های مطالعه، جلسات نیایش و دعا، برنامه‌های تواندهی نوجوانان و کلاس‌های کودکانه. و در خبرنگار امروز در مورد همین کلاس‌های کودکان گفتگویی داریم با خانم مرجان فارسی، کارشناس ارشد علوم کامپیوتر که همچنین به عنوان مربی کلاس‌های کودکان در این مؤسسه آموزشی فعالیت می‌کنند. پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر به خانم مرجان فارسی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم مرجان فارسی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادین. خواهش میکنم. ممنون از شما که منو به برنامه بسیار خوب و عالیتون دعوت کردین. خانم فارسی، موضوع صحبت امروز ما همونطور که میدونید کلاس‌های کودکان در مؤسسه آموزشی هست که جامعه بهائی اون رو تأسیس کرده. از اونجایی که شما در این برنامه آموزشی فعال هستید، در آغاز این گفتگو خوبه که یک معرفی مختصری رو در مورد این مؤسسه داشته باشیم که کی برپا شد و چه اهدافی رو دنبال میکنه. هدف اصلی مؤسسه آموزشی، مؤسسه روحی، جامعه سازی هست. ساختن جامعه بهتر که در اون رشد فرد و جامعه همزمان اتفاق میفته و مکانیزم و روش اصلی مؤسسه آموزشی همونطوری که از اسمش برمیاد آموزش هست. آموزش به سه گروه سنی اصلی خانواده و جامعه، یعنی اطفال، نوجوانان و بزرگسالان. و همین آموزش همزمان به گروه های سنی مختلف باعث ایجاد هماهنگی در سطح خانواده و متعاقباً در سطح جامعه میشه و مشکلات ناشی از این عدم هماهنگی رو در واقع از بین میبره یا کمرنگ میکنه. مؤسسه روحی با تکیه بر مفاهیم عالی اخلاقی و اجتماعی که در قالب عبارات و گزیده‌هایی از کلمات و آموزه‌های بهایی بیان میشه، در واقع این سعی میکنه که مطالب آموزش رو منتقل بکنه. و به دلیل اینکه این یادگیری به خصوص در گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان به صورت جمعی صورت میگیره، یعنی افراد تجربیات و یادگیری‌هاشون رو به همدیگه منتقل میکنن، ارائه میدن در جمع، همین باعث میشه که این مجال رو تک تک افراد پیدا بکنن که یک بار دیگه بازنگری و مرور بکنن آنچه رو که تا به حال بهش اعتقاد و باور داشتن و از این طریق عمل کرده خودشون رو در زندگی روزمره تصحیح بکنن. مؤسسه روحی در
اواسط دهه 1990 میلادی توسط مرجع عالی جامعه بهایی بنیانگذاری شد و از متخصصین امر تعلیم و تربیت دعوت شد که به تدوین و گردآوری مواد آموزشی بپردازند و همزمان در بین عامه مردم این مواد آموزشی اجرا می شد و بازخوردهاش برمیگشت و بر اساس اون یادگیری ها بازخوردها مجددن کتاب ها بازنگری می شد. و البته همچنان این روال بازنگری و اصلاح ادامه داره. ممنونم. به طور اخص در مورد کلاس های کودکان که همونطور که شما هم اشاره کردید یکی از برنامه های آموزشی این مؤسسه هست، از شما بپرسم این کلاس ها چگونه و کجا تشکیل میشن؟ چه کسانی اونها رو اداره میکنه و هدف اصلی این کلاس ها چی هست؟ بله، در پاسخ به پرسش شما باید بگم که در هر محله‌ای، در هر آپارتمانی که کودکان 6 تا 11 سال حضور داشته باشن، در واقع کلاس اطفال میتونه تشکیل بشه و توسط افرادی که دوره‌های مؤسسه آموزشی رو در خصوص تعلیم و تربیت اطفال گذرونده باشن، یعنی به طور خاص مثلا کتاب 3 رو گذرونده باشن، میتونن معلم کلاس اطفال باشن و خب البته در کنار شور و شوق معلم بودن هم شاید یکی از وسایل و ابزارهای ضروری این قضیه هست. اما در خصوص سوال شما راجع به اینکه هدف کلاس های اطفال چی هست، باید بگم که کودکان در هر مملکتی گنجینه های اون مملکت هستند و بنابراین همونطوری که از لحاظ علمی آموزش میبینن، خوبه که از لحاظ اخلاقی هم مورد پرورش قرار بگیرن. بنابراین کلاس های اطفال با هدف آموزش و پرورش اخلاقی و روحانی در واقع تشکیل میشه. بله، خیلی ممنون. خب اگر ممکنه برای شنوندگانمون توضیح بدین که این کلاس ها چه ویژگی های خاصی دارند و چه مواد درسی یا برنامه هایی در این کلاس ها به کودکان ارائه میشه؟ برنامه کلاس های اطفال در حالت کلی این هستش که یک سری فضائل اخلاقی و یک سری عادات رفتاری رو در بچه ها نهادینه بکنه. فضایل اخلاقی مثل محبت کردن به دیگران، ترک تعصبات مختلف مثل تعصب نژادی، داشتن صداقت و عدالت، فداکاری، رعایت حال والدین، اینها از جمله فضایل اخلاقی هستش که بهش پرداخته میشه و عادات رفتاری مثل عادت به دعا و مناجات، به کسب علم و دانش، به خدمت و مشورت و مواردی از این دست. اما سوال شما در خصوص این که ویژگی های خاص کلاس های اطفال چی هست؟ باید بگم که کلاس های اطفال از طریق برنامه ریزی هر جلسه سعی میکنه که اون فضیلت خاص رو به بچه ها القا بکنه، یعنی از طریق چند تا فعالیت که همه این فعالیت ها جوری طراحی شده که مرتبط هستش با اون فضیلت خاص، سعی میکنه که این رو در بچه ها نهادینه بکنه. مثلا از طریق حفظ جملات اخلاقی، از طریق بازی، نقاشی، سرود و موسیقی و بعضن نمایشنامه انتقال میده این مفهومی رو که بچه ها قرار هست که تو اون هفته یاد بگیرن. و یک مشخصه بارز دیگرش این هست که تمام فعالیت ها بر مبنای همکاری و مشارکت نرقابت، بازی، نقاشی، همه اینها توش کانسپت رقابت وجود نداره و به جاش کانسپت همکاری و مشارکت وجود داره. شما به قصه گویی به عنوان یک ابزار اشاره کردید که از طریق اون مفاهیم اخلاقی و روحانی رو به کودکان در این کلاس ها یاد میدن. میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه به عنوان نمونه بخشی از یکی از این قصه ها رو برامون بازگو کنید. بله، با کمال میل. یکی از قصه هایی که من برای بچه ها گفتم راجع به صداقت بوده و قسمت های از اون رو که قبلا ضبط کردیم برای شما پخش میکنیم. خب بچه ها، داستان از این قراره که توی روزگارهای قدیم یه چوپان جوونی بوده که از گوسفندا مراقبت میکرده. بچه ها میدونین چوپان به کی میگن؟
چوپان یه آدمیه که کارش مراقبت از گوسفنداست. گوسفندا رو میبره به صحرا و دشت و دمن که غذا بخورن و مواظبشونه که گرگا به گوسفندا حمله نکنن. به همچین آدمی میگن چوپان. خلاصه این چوپان جوان قصه ما یه روز که گوسفندا رو میبره به صحرا برای اینکه غذا بخورن، همینجوری که زیر سایه درخت نشسته بوده به فکرش میرسه که چوپان جوان هر چی داد و فریاد میزنه، هر چی میگه که بیاین کمک مردم، بیاین کمک، گرگ گوسفندای منو خورد، گرگ گوسفندای منو پاره کرد، بیاین کمک. مردم میگن ای بابا، این حتما دوباره داره الکی میگه، داره دروغ میگه به ما، اصلا گرگی در کار نیست، ولش کن، بذار هر چی میخواد داد و فریاد کنه. چون راستشو نگفته بود، چون دروغ گفت، یک دفعه هم که واقعا گرگ به گوسفنداش حمله کرده بود هیچ کس حرفشو باور نکرد. پس ببینید که چقدر مهمه که ما همیشه راست بگیم. البته این قسمت فقط به قصه گویی خاتمه پیدا نمی کنه. معمولا بعد از قصه ما در مورد قصه و بچه ها صحبت می کنیم، نتیجه گیری می کنیم از داستان و بعد از اون چند تا مثال عملی می زنیم از زندگی روزمره که برای بچه ها مطلب خوب جا بیفته و بعدش هم معمولا از بچه ها می خواهیم که اون چی رو که از داستان متوجه شدن به صورت نقاشی منعکس کنن، یعنی نقاشی بکشن راجع به اون داستان. سرود هم همونطوری که گفتیم یکی دیگه از فعالیت های کلاس اطفال هست. اگر موافق باشین یکی از سرودهای کلاس اطفال گوش می کنیم. حتما، خواهش می کنم. قلب صافی همچون دو خیلی ممنون، واقعا چقدر دلنشین و دوست داشتنی و دلگرم کننده که کودکان از سنین کودکی با چنین مفاهیم عمیق و والایی آشنا بشن و اونها رو سرمشق زندگی قرار بدن. بله، حقیقتا هم همینطوری هست که شما میفرمایید. پرسش بعدی من این هست که فعالیت در این کلاس ها روی شما به عنوان یک مربی کلاس کودکان چه تأثیری داشته؟ بسیار سوال زیبا و به جایی بود. این که من مربی چه تأثیری از کلاس اطفال میگیرم؟ در این خصوص میخوام که به چند تا نکته اشاره کنم. اولش این که اگر که بچه ها شما رو دوست داشته باشن و بتونن ارتباط عاطفی خوبی با شما برقرار کنن، تأثیر پذیریشون از صحبتهای شما خیلی زیاد خواهد بود. یعنی قدرت پذیرششون خیلی بالا هست و حرفای شما روشون خیلی میتونه خوب و سریع تأثیر بذاره. از طرف دیگه این قابلیت رو دارن که بتونن اون چیزی رو که یاد گرفتن در عمل اجرا کنن، یعنی قابلیت تغییر پذیریشون هم خیلی بالا هست و مهمتر از همه اینها شاید این باشه که خیلی قشنگ و خوب میتونن روی محیط اطرافشون، رو والدینشون در خانواده تأثیر بذارن. ببینید وقتی که مثلا پدر مادر میبینن بچهشون توی این هفته در مورد فضیلت صداقت یاد گرفته، خب سعی میکنن اونها هم با فرزندشون همکاری کنن و بیشتر مواظب به گفتار و رفتارشون تو خونه باشن برای اینکه کمک کنن که این فضیلت در خانواده جا بیفته.
و در نهایت این که باید بگم واقعا اون دقایقی که من با بچه ها سر کلاس هستم به نظرم جز مفیدترین دقایق زندگی منه و واقعا لذت میبرم از بودن با بچه ها. احساس میکنم که بخشی از جریان مثبتی هستم که میتونه به ساختن دنیای بهتر کمک کنه و این به من انرژی میده. واقعا این زیباست و باعث میشه که دوست داشته باشم ادامه بدم این کار رو. بله، ممنونم از شما. خب میدونیم که تعلیم و تربیت واقعا جایگاهی بسیار بلندی داره در آیین بهائی. درک شخصی شما از این اصل مهم چی هست و عقیده شما چرا تا این حد بر روی تعلیم و تربیت کودکان تاکید شده؟ بله حتما، با کمال میل. تعلیم و تربیت جایگاه بسیار ویژه‌ای داره در آیین بهائی و تئوری اصلی و فلسفه تعلیم و تربیت بر مبنای این بیان از مؤسس جامعه بهائی استوار هست که این چنین می‌فرمایند: انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما. به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع شود. در واقع انسان رو به صورت یک معدنی از جواهر میبینن که فی نفسه غنی هست و کار تعلیم و تربیت این هستش که این جواهر وجود افراد رو از معدن وجودشون در واقع استخراج میکنه. و اگه بخوایم این فلسفه تعلیم و تربیت رو فلسفه کلی حیات گره بزنیم، میتونیم اینجوری بگیم که همونطوری که هدف ما از حیاتمون و از اومدن به این دنیا این هست که استعدادها و کمالاتی که خداوند در مون ودیعه گذاشته رو در طول مدت زندگیمون در این دنیا به ظهور برسونیم، از حالت بالقوه و حالت بالفعل در بیاریم، در واقع تربیت هم داره همین کار رو میکنه. پس از این لحاظ میبینیم که چقدر با فلسفه حیات گره خورده و چقدر اهمیت داره. اما اگه بخوایم از بعد اجتماعی هم به قضیه نگاه بکنیم، میبینیم که اساس داشتن و ساختن یک جامعه ایدئال واقعا به تعلیم و تربیت افرادش بستگی داره از سنین کودکی و خردسالی. مثال میزنم، بچه‌ای که توی کلاس اطفال یاد میگیره که باید همیشه صداقت داشته باشه و بارها بهش گوشزد شده که اصل اساسی و اساس جمیع فضائل عالم انسانی صدق هست، وقتی هم که بزرگ شد با افرادی که باشون در ارتباطه، با همسرش، با همکارانش، با اطرافیانش همیشه صادقانه رفتار میکنه. حالا من میخوام از شما یه سوالی بپرسم. به نظر شما جامعه‌ای که افرادش از کودکی یاد گرفتن که متمسک باشن به این فضائل و صفات اخلاقی، آیا همون مدینه فاضله یا اوتوپیایی نیستش که آرزوی بشر بوده از اول و در آثار بزرگان همیشه به ذکرش شده و ازش یاد شده؟ با توجه به این مطالبی که من خدمتتون عرض کردم، میخوام یک مثال واقعی بزنم از زندگی یک انسان که چطور با ورودش به مؤسسه آموزشی میتونه در روند جامعه سازی مؤثر باشه. یک انسان از 6 سالگی فرض کنید که وارد مؤسسه آموزشی میشه، 11 سالگی کلاس های اطفال رو کامل میکنه، از 12 سالگی تا 15 سالگی در گروه نوجوانان قرار میگیره، از 16 سالگی تا 18-19 سالگی هم کلاس های روحی بزرگسالان رو میگذرونه و در کنارش پروژه های خدمتی هم انجام میده و طعم و لذت خدمت رو در هر مرحله از این سنین میچشه. خب در سن 19-20 سالگی این فرد تبدیل میشه به یک جوان قابلی که میتونه مسئولیت تشکیل یک زندگی رو داشته باشه، میتونه به عنوان مولد یک خانواده موفق در سطح جامعه باشه و در نظر بگیرید که هزاران نفر از این جوانان موفق در یک جامعه وجود داشته باشه که مولد خانواده‌های موفقند. پس به این ترتیب ما داریم یک جامعه بهتری می‌سازیم، متشکل از خانواده‌های بهتر. و باز این مفهوم جامعه سازی منتبع در اهداف مؤسسه روحی رو به همراه داره. خانم مرجان فارسی، سپاسگزارم از شما، از حضورتون در این برنامه، از اینکه تجربه ها و اطلاعات خودتون رو در مورد کلاس های کودکان با ما سهیم شدید. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم. ممنون و متشکر از شما که من رو به برنامه خودتون دعوت کردین و این فرصت رو پیدا کردم که دقایقی رو به صورت مختصر
راجع به مؤسسه آموزشی و بالاخص کلاس های اطفال با شما صحبت بکنم و تجربیات خودم رو به صورت خیلی خلاصه از حضور در کلاس های اطفال با شما در میون بذارم. ممنونم. صافی همچون دو میخواهیم از درگاهش تا با این گام اول پا بگذاریم در راهش.